از بنده باش و بردم سوی قشنگ بود. مرسی هر کی فرستاده بود. مرسی قشنگ بود. خب بچه ها تو الان خوابیده بودم. دو ساعت پیش دیدم اینجا دارم مست خوابم دم دم دارم دم مست خوابم دم دارم دم. بعد دیدم رفتم دیگه دم دم دارم دم. خب بیاییم ببینیم که شما رو بیاریم اینجا. بس که یه ذره نور باز دوباره این ور اون ور بریم اینجا. اینجا بکنم یکم. یه لحظه مادم اینجا یاد صبونه افتادم. این میز صبونه است. آره خب ببینیم که هنوز ولی خب خوابم میاد. یه ذره تو خواب اومدم. همه تو خواب فکر شما بودم. باشه اینجا هست. تو خواب فکر شما بودم. گفتم بابا این بچه ها الان فکر میکنن که زمینم که کامنت هاتون رو یه ذره ببینم. ساعت چند؟ ساعت الان چنده؟ آره هشته ولی چیزه. خب
من انگشتر راست میگه انگشتر سبز هم رسید تو دستم بود. خوب شد که یادم انداختی اگر انگشتر بود. خب موهاتون هم خیلی شیک و ایناس. آخرین بار میترا مرتب کرد، مرسی میترا، قبل از اینکه این آشوبا رو راه بندازه حداقل یکم اینجا رو مرتب کردین. پیاماتون رو ببینه. خب بیان ببینیم که یه سری بچه ها رو ببینیم که میخوام بیان اونا، شما بیاین حرف بزنیم ببینیم که بالا. من هنوز آها میتونم هم یه چایی بخورم. حالا تازه واقعا شما منو بیدار کرد، گفتم پاشم تو اونجا بودم، پاشم یه لایف به اینا بسام، اینا الان فکر کنن من کجا. خب ببینیم که خب یکی داره میاد ببینیم، اصلا نمیدونم کیه بیاد بالا ببینیم. لفت خب اون بیاد ببینیم یه چند تا بچه که انقدر از این اتفاقات افتاده دیگه بچه ها جزه. خب این کیه ببینیم. سلام 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 حال شما خوبید؟ شبتون بخیر. شبه صبح نه نه نزدیک شبه دیگه، نزدیک شبه. خب اینجا الان ساعت چنده بچه؟ سویت بازه ده رو به شبه. من از ایران شهر قزوینی. چه خوب، منم قزوین بودم دیگه. زنده باشید، خوشحالم، خوشبختم. اسمتون؟ من معصومم عزیزم، ام اسماعیلی نوشتم. خب من یه چند وقت پیش ها یه تکوتوی گذری لایوار شما رو دیدم، البته پستاتونه، پست شده بود دیگه اون موقع. بعد دیگه از خیلی موضوعاتون خوشم اومد، از اینکه نه که فقط بروزید، به خاطر اینکه دخترم خوشش اومد گفت مامان چقدر فکرش بازه. من بهتون تو دایرکت پیام دادم در مورد دخترم، یه سوال تقریبا طولانی نوشته بودم، وایس فرستادم، بعد نگاه نکردی، جواب ندادید. الان دخترم گفت ماما درخواست بفرست ببین که جواب میده تیز کن، اگه ایشالا تو لایو بشون آورد بالا یه گفه بزنی. خیلی خوشحال شدم زیبا جون. مرسی. حالا بگو اگر وایس تام صبح پیاده روی خیلی بهتون خوش گذشت نه؟ آره خوب بود، خوب بود. بله آره خوب بود، خیلی خوب بود، خدا رو شکر. آلمان هستید درسته؟ بله. شما اون وایسی که من نشدیدم رو بگو. آها دایره که تو پیام فرستادم، یه سوال داشتم در مورد دخترم بود. خب بپرس. شاید الان روم نشه زیباتون، الان روم نمیشه بپرسم. باشه بس نه. آره زحمتی کسی تو همین با همین پیجتون ها تو لایبتون فرستادید دایره که فرستادم، اگه جواب بدید ممنون. خب ببین دایره من کتاباتون رو میخوام، کتاباتون رو ایران چجوری باید تهیه کنی؟ الان من اینجا می نویسم. خب ببین. بله. خوب شد که اومدید بالا که یه ذره من سرگذر بشم. خب ببین این اینو نوشتم. خب. بله. تلگرام من الان نامین الان بنویسیم. یا اسکریشون بگیر بعد بیا پیام بده. چند تو تلگرام چند تا کناله کدومشو باز کنم؟ ببینیشون ما این تیوی منه، این توی چیز این شماره رو سیف کن، شماره رو سیف کن، بعدش من رو میدونم اینجا اسکریم میگیرم برم به بعدن یه پیام بده. بعد اگر دیدی که من پیاماتو ندیدم به سهر سمیرو
از موری ها هر بچه های کلون هستن که من در ارتباط هستم در مورد باکی اون همون دخترته اون دختره بله رعناتون دختر وقت زیبا چون خیلی خجالتی بود از وقت الان 27 سالشه خیلی خجالتیه یه روز باید شخصا بیاد تو لایو با شما صحبت کنه مثل احمد صبح نه ببخشید چی بود اسم آقا پسره؟ بوده مثلا اون بابا برادر این چیزه مهدی آره مثل مهدی البته ماشاءالله مهدی روش خوب باز بود قشنگ صحبت میکرد دختر منم بهتره ولی خب از بچگیش خیلی خجالتی بود خب سب کن محسومه یه دقیقه سب کن اسم دختری چیه؟ رعنا رعنا خب یه لحظه بگو الان صحبت کنه حالا به کارو به بله ما تو ماشین اینجای کاری که ما پس ببر جایی روشن آره مرسی رعنا جون سلام علیکم دیوازون سلام خوبین خسته نباشید خب رعنا بگو ببینیم که چه در دلت هست بگو ببینیم من مشاوره مواتم برای ازدواج مواتم یعنی ازدواج میکنی یا نکنی یا اینکه اصلا چطور ازدواج میکنی من خواستگاه زیاد دارم به این دلیلی نشده دیگه به دلیلی نشده حالا صبر کن ببینم دوست پسر داری؟ الان بله دارم تلفنی فقط زیبا جون حالا صبر کن بذار خب همون تلفنی رو برو ببینش دیگه یه بار چند بار همدیگه رو دیدیم ایران ها قضی شهر مذهبیه تو میخوای حرف بزنی مصومه چشم ببخشید تو چند بار هم دیگر رو دیدید ببین اولا که بعد نیایید بگید که لایو سیف نکن و نمیدونم چی کار نکن نه اشکال نداره لایو سیف اینقدر دیگه این اتفاق افتاده که تا یکی چیز میکنه همه بچه ها دیگه تو گروه میگن آی دوباره شروع شد آی دوباره چیز تکراری خب این دوست پسرت اسمش چیه؟ اسم دوست پسرت اسم سعیده سعید سعیدم خواستگارت هست؟ بله خواستگاره با مامان باباش نگفته که خودش فقط گفته به مامانش گفته ولی حالا فعلا میگه سب کن خب خوب میکنه دیگه سب کن حالا تا حالا اومده خونتون سعیدو بگو بیاد خونتون با مامان بابا خب بگو بیاد با مامان بابا تا آشنا بشه باباش فوت کرده بابات فوت کرده اشکال نداره با برادر داری؟ برادر نداره برادر تو داری دیگه اینا ها اینم برادر ما سلام برای چه خوب شد چه خوب شد سعید رو میشنید سعید آشنا شدیم زیبا چون پسرم هم کمرو نیست ولی خب چه بدونم ایرانی شدیم دیگه یه خورده عقب مونده چیزی فرهنگ ببین معصومه تو میشه چیز نکنی بچه هات که رو هم یعنی چی؟ اینقدر اسم چی بود؟ اسم شما من ابوالفضلم ابوالفضل با سعید دوست پسر خواهر با دوست پسر رعنا دوست شدی؟ آشنا شدی؟ من نه اصلا ندیدمش تا الان خب یه بار ببینش دیگه دعوتش کنید بیاد خونه ببینش دیگه باشه چش آره من حقیقت زیاد مثلا با خواهرم زیاد تو اینجور مسائل ها اینجور کاراش ها زیاد دخالت نمی کنم حقیقت دخالت نکردم ولی الان شما میگید چشم مثلا آره، با مادر هم هایی میکنیم که انشالله چی قرار بذاریم با هم ببینیمش آره قرار بذاریم حتما هم لازم نیست ازدواج بکنید بذار بیاد بله. اصلا شاید بله. بعد از اینکه رابطه بیشتری رو برقرار کرد حتی بله. مثلا بعد شما شناخت خیلی بیشتری پیدا بکنید مثلا بو هستن کسانی که بیاد من الان خودم دوست دختر دوست پسر من بود که میگفت با یکی 10 سال با هم دوگه دوست بود 10 سال با هم دوست بودم اصلا مثل یه زن و شوهر خب بعد از 10 سال تصمیم گرفتن ازدواج کنم حالا که سال. آره خیلی ها حتی اینجا کسانی هستن که اصلا بچه دار میشن مثلا یادم یکی از دوستای آره تو یکی از دوستام ازدواج کرده بود بعد این توی
مراسمش دخترش 5 سالش دخترش هم چیز لباس عروسی هم پوشیده گفت ما بعد از سالها تصمیم گرفتیم حالا یه ازدواجی هم بود حالا ما میکارم که اصلا ازدواج هم نکنم نه نه اصلا چرا؟ ازدواج یه چیز خوبیه مثلا شهری قانونی میشه دیگه اینجوری خیلی بهتره از نظر من خودت چی؟ خودت دوست پسر داری دوست دختر من داری؟ نه من حقیقت نه دوست دختر دارم نه زن دارم خب تو دوست دختر نداری مثلا من از رعنا کچکترم از رعنا بله؟ کچکترم باشی اشکال نداره چند سالته؟ من الان 25 سالمه 25 سال خب تو دوست دختر داشتی بیار چیز کن دیگه تو خونه بیا آشنا بشه با رعنا آشنا بشه بعد سفتر ندارم بله اما مامانم مثلا بخواد مثلا چی میره دنبالش به پیش هست مثلا دنبال دختری که مثلا پی برای زندگی کردن باشه پیش هست آره مامان چه اومد پیش باشه مامان تو خواهد باش زندگی کنه پیش باشه نه منظور این که خب الان من تو این زمانه تو این دوران تو این موقعیتی که هستم نمیبینم آخه دختری که بخواد مثلا در ساعتی باشه که من مثلا بخواد زندگی کنیم با هم در ارزه فکر شده فرم دارم دیگه یه ما هم زندگی بکنید آشنا بشید برید بیاید هم دیگه رو میشناسه اگه کسی واقعا از تو خوشش بیاد حتما لازم نیستید که دیگه ازدواج کنه که با تو باشه حالا بر حال حالا امیدوارم حالا که این مثلا عقیده شما احترام میذارم واقعا مثلا عقیده خاصی دارید بله حتی مثلا برای دوستی هم یه نوع آره طرز فکر خاصیه حالا این که نگاه هم برو ببینیم حالا من تازه بیدار شدم چیزه این تلفن بله بگو 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 خانواده خوبی هستید میخواید به مامانم بدم مامان یه خورده صحبت کنید من پشت فرمونم آها آها نه نه بده بله ببخشید تو نه ببخشید نه برو چیزه این تلگرام منو بنویسید هر کدومتون خوشم اومد مصومه شما درآمدتون از کجاست؟ من مستمری بگیرم خودم 14-15 سال با ماشین کار کردم سرویس مدرسه آژانس بودم من درآمدم خوب بود خب الان یه نفرم منو ساپورت میکنه دو تا بچه داری؟ بله؟ دو تا بچه داری؟ بله دو تا بچه دارم خودت ازدواج نکردی یا اینکه دوست پسر نداری؟ چرا دیگه چرا؟ من یه پارتنر دارم بهمون میرسه خوبه اونم بهم میرسه خوبه خیلی خوبه باقی کله یه پارتنر داری خوشم دور به خاطر همه دوست دارم بچه هم اما چون ماشاءالله هر کدوم 26 هفت مثلا 20 دخترم که 27 پسرم هم که 24 25 دوست دارم اینا هم سرشون گرم باشه تو زندگیشون هیچ کسو ندارن خیلی وابسته این به هم دیگه من حالا دارم کاری میکنم اینا مستقل بشن جدا حالا زندگی نکنن لاغر یه اینا سرگرمی داشته باشن فقط درس نمیشه فقط کار نمیشه تفریح نداریم دیگه تو ایران اینجوریه یه خورده بیشتر از هم تفریح هایی که توی ایران هست میگه اینجا نیست تفریح همیشه به خود ما بستگی داره صداتون ضعیف میگم به خود ما بستگی داره که تفریح هایی وگرنه ایران ایران آمریکا نداره نمیدونم ایران اروپا فلان تو خودت بلند میشی برای دوستات میری با هم دیگه گشت و گذار میرید میرید نمیدونم شما شمال پیش دوستاتون نمیدونم اول شهرهای مختلف یه زندگی نه دیگه روابط خوب بله خب به خود آدم بستگی داره بخوای سرگرمی مهمونی مثلا حالا همون مثل شما پیاده روی در روز تایم بذاری ورزش بکنی یا تو خونه شیرنی کیکی چیزی بپزی من آشپزی رو خیلی دوست دارم اتفاقا من تو قزوین دوستای خوبی دارم
بیا توی تلگرام بهت معرفی کنم. خوبی. بله، آب قزوین خیلی خوبه. من البته خونه یه واحد داریم تو شهر صنعتیه. شهر صنعتی تو مسیر بین زیبا شهر کرج و آفرین. من الان داریم از شهر صنعتی یه واحد داشتیم. اینجا قزوین مستاجر بودیم. بعد دیگه دارم جمع و جور میکنم بیا برم خونه، رفتیم یکمی تمیز کردیم اینا، یکی خود شلختم. حالا بچه حالا تو کامنت ها حتما میگن حالا چقدر نه خیلی خوبه، اتجاد خیلی هم خوشگلی، خیلی هم بدلنشین. مرسی باشه، مرسی. دیگه سوالی داری؟ خانوادگی هم بود که با هم دیگه راحت میکنم. یکم به رعنا جون من مشاوره بده، یکم باش بیشتر صحبت کنید. بعد کتاباتون هم خیلی دوست دارم بگیرم. باشه، من چیزه کتابامو برات پست میکنم. ممنون. حتما هم هزینه شو بفرمایی. آره، چهار تاش میشه 350 با پستش دیگه. پستشو 350 تومن شما واریز کنیم، ما براتون پست میکنیم. خب شما رو کارتی نمیگیرم ازتون، چشم، حتما میخوام. مرسی عزیزم، ممنون، خیلی خوشحال شدم. ممنون که من آوردیم بالا، خوشحال شدم. زنده باشید، متشکرم. خدا حافظ، شبتون بخیر. خدا بای بای بچه ها، من آبا بول پم. مرسی عزیزم، خدا. خب بچه ها، خانواده خوبی بودن. خب آره، کم هم خمیازه بکش، الان همه بچه هم خمیازه میشه. باره بچه یه چای بذاریم ببینیم. بیا گوه خمیازه کرم، گفتم تو خواب بودم، همه این گفتم چیزه. بای 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 اینجا بذاریم. مثلا میخواستم با اتونم ظرفا رو بشورم، ظرفا رو هم نشورم. بچه های خوبی بودن. چیز من حوصله ندارم که زیاد حرف بزنم، دلم خواه شما حرف بزنم. بیا بدیم زیبا، زیبا احمد هنوز احمد هست دیگه. آره عجب خونه، خانواده خوبی بودن. بازم هی من دیگه آرزانه رو بیاریم ببینیم که یکی دوتا از بچه ها بیان بالا. پیاماتون رو ببینم، زیاد حرف نزنم. هر کسی آره چه خوب پارتنر داشته باشه، چه اشکال داره، خیلی خوبه. باید میترا مولا دیگه، میترا به خودش خیلی بیشتر ناراحته. بچه نشدن اینا دیگه، بلش کنین دیگه. حالا میترا یکم یه ذره بهش چیز بدید، فرصت بدید تا ببینیم که خب این میگه میخوام بیه این. خب این بیاد بره. اجا سوالات اصلا نمیخوام که زیاد حرف بزنم، که خسته شدم یه جوری، یا شاید رفتیم اینا. سلام. سلام بفرمون. سلام بابا. سلام خیلی دیر جواب میدی آخه، بگو دیگه هر کجا بزن. چه خبر، خوبی شما؟ آره دیگه خوبم دیگه، شکر خدا. یه چیزی میخواستم از ادون بپرسم. حالا ده باقا احوال برسی کن، بر بپرس. خب بگو. میخواستم ازتون بپرسم راز موفق بودن خب و شادابی شما چیه؟
همیشه شادابی. راز نداری. ها؟ راز نداری. حرفای مردمو چی میگن؟ حمال رازهای مردم نبودن. همیشه شادیم، خوشین، میخندین. خیلی چطور میگم؟ روبرایی. چرا؟ چون خیلی خودم رو دوست دارم، به خودم میرسم دیگه. هی به خودم مردم ما هم چیکار باید بکنیم اینطوری باشیم؟ خب یه اول خودتو معرفی کن. من اسمم فیروزه، فیروز باستانی، از شهر اردبیل، ترک زبانم. خب ترک زبانم. از اردبیل تماس میگیری؟ بله بله بله. با کار چیه؟ شغل آزاد دارن، تو خرید فروش ماشین. خرید فروش ماشین. خب این سوالی که کردی، ببین اول اگر اینکه واقعا خودتو دوست داشته باشی، هی به خاطر مردم خودتو فدا نکنی، خیلی بهت داره. اینجا گناه داره. ای وای بونلیاخ، اونلیاخ، هی تو خودتو، نه اینجا زشته، اونجا زشته. چند سالته؟ چند سالته؟ من 38. 38 سالته. زن داری؟ ازدواج کردی؟ نه مجردم. مجردی. طلاق اینا نداشتی؟ یا داشتی؟ تقریبا تو همین مایه. بچه داری؟ آره یه دونه پسر دارم. یه دونه پسر داری. خب پسر الان پیش کیه؟ با پدر مادرم رفتن کردش. آه پیش توه. خب آره پیش خودمه. خب الان نمیدونم برای مهریه با اینا درگیری یا نه؟ مال 6 سال پیش مهریهش رو کامل دادم. مهریهش رو کامل دادی؟ رفت. خیلی خوب. باشه. البته کامل گرفتن، من کامل ندادم، کامل گرفتن. چی چی؟ کامل گرفتن، به زور گرفتن. به زور ازت گرفتن. آره حسابم اینا رو، حسابم رو بروز کردم. خب از حسابم برداشتن. چقدر؟ حالا دوربر اون موقع 180-175 تومن. 180-170 میلیون. آره برداشتم. آره دیگه. خب الان هم دنبال ازدواجی؟ نه فعلا میترسم. خب دیگه این مهریه و این جریانات، این جمهوری اسلامی. برخیدم. خوبه دیگه، همون باعث میشه که متوجه بشن آدم. این الان این دو خانومه مثلا بره دنبال یه زن زندگی و فلان و بهمان و اینجور، همه هم حرفای اول هم که قبل از ازدواج میگه دهن تو سرویس کردن دیگه. آره دیگه، هر چیز دیگه. آره بعد زود تا آدم باشن که خودشونو، یعنی به خاطر یه همچین روا، یعنی این که من وقتی میگم ازدواج این قالب ها، اگه کسی آدمو دوست داره بدون این مسائل هم دوست داره، خب نمونش رو شما تو جامعه میبینید دیگه. جامعه خیلی فرق کرده، نمیشه بهش اعتماد کرد. خب خوبه دیگه، ببین اتفاقا مردم آگاه تر شدن دیگه، متوجه شده این مسائل و مرد اجزا داشتن، همین از ابتدا بود، ولی جرأتش رو نداشتن. پس زنا یه مقدار به قدرت رسیدن و بعد از طریق مهریه و اینا چیز کردن دیگه، قدرت هاشون نشون داد. هم مردا هم زنا اینا وقتی کسی به اینجور رابطه رو برقرار بکنه، رابطه ای که میخواد برقرار کنه با یک کسی به خاطر نمیدونم مهریه و به خاطر نمیدونم بچه و به خاطر اینجور چیزا، این ثباتش هم اینقدر میشه. درسته. کسی هم داشته باشه. الان ببین الان تو رو از من میپرسی رازت چیه؟ خب من به هیچ کسی تعهد نمیدم، نمیخوام با کسی باشم، کسی پارتنر من باشه، منم پارتنر کسی باشم. خب منظور به قول گفتن مثل آبی دیگه. رابطه آزاد دارم، اگه با یه کسی که دوستم اون منو دوست داشته باشه، منم اونو دوست داشته باشم، دیگه لازم نیست یه انجزه منجزایی یا نمیدونم فلانی با مهریه محکم صفتش نگه داری، با نمیدونم
قراردادهای مختلف. اون آزاد، منم آزاد برای خودم. الان کدوم کشور زندگی میکنی شما؟ آلمان. خوش باشین، سلامت باشین. کدوم شهرش؟ برلین؟ هامبورگ. حالا ولش کن، بالا نوشته دیگه، بالا نوشته اینا رو. میخوام چیکار از خودت میپرسم دیگه. آره. خیلی خوب، مرسی، مرسی که اومدی. لطف کردی. اگه دوست داری میتونی بیای توی تلگرام. بچه‌هایی رو داریم بس. که از تبریز هستن، از جس هستن، از آذر شهرهای مختلف آذربایجان هستن. اردبیلدن یختی؟ اردبیلدن برمیرم، بارد یختی. بارد حتما بارد دارم. خودتون اصالتم بطر کجایی؟ من در تبرزلی هم دارم. آی جانا، یاشا آذربایجانم. یاشا آذربایجانم. قربان اولم. مرسی، مرسی، مرسی. ممنون. خوشحال شدم. اسم چی بود؟ فیروز؟ فیروز باستانی. فیروز، خیلی خوب. مرسی، ممنون، مرسی با فیروز. قربونت شما، مرسی، لطف کردی. خدا، اینم از یک کسی که به قول معروف پدرشو در آوردن. بیا. کسی که خواسته تا آخر اون باش باشه. همه دیگران هر حرفا. خوب، اتفاقا واقعی تر شدم. سلام خان. سلام. بفرما. صدا منو داری؟ آره صدای شما رو دارم. تصویرتو ندارم. نمیخوای تصویر بدی؟ من تصویر رو میشه تصویر ندم؟ اشکالی نداره؟ باشه، حالا حرفتو بزن. مرسی. من یه سوال داشتم. چند بارم تو دایرکت پرسیدم ولی جواب ندادی. یه نفر که مثلا دائم خیانت میکنه باید بهش خیانت کنی یا ولش کنی؟ دائم خیانت میکنه کیه؟ شوهرت یا دوست پسرت؟ فرق داره مگه؟ فرق داره؟ فرق داره؟ خب من نمیدونم، برای تو که فرق نداره؟ خب چرا؟ خب دیگه برای من فرق داره. دوست پسر رو سریع میشه ول کرد دیگه. دوست پسر رو که سریع میشه ول کرد. چی نفهمیدم؟ دوست پسر دیگه شو... دوست پسر رو که سریع میشه ول کرد. شوهرته؟ بله. خیلی خوب. تا حالا چند بار خیانت کرده تا متوجه شدی؟ شاید هر روز. شاید هر روز. خیلی خوب. خب تو هم همینطور سکوت کردی؟ سکوت گریه. گفتی خیانت نکن. چجوری متوجه خیانت شدی؟ از تو گوشیش؟ آره از تو گوشیش. به اقرار کرده خودش اقرار کرده؟ آره. خوب میکنم. با اون خانوما حرف زدم با بعضیاشون. آها، گفتن ارزه داری خودت نگهش دار، برای چی به ما میپری؟ آه راست میگن که برای چی به اونا میپری. خب من میگم شما برای چی وقتی میدونین زن داره باشین؟ میگه تو خودت ارزه داری نگهش. خب منم خودم با کسی که من انسان ها رو مالک همدیگه نمیدونم. خب تا حالا کسی بوده که خودت دوست ازش خوشت اومده باشه؟ نه، من تو 12 سالگیم ازدواج کردم. خب الان چند سالته؟ 36. 36 جخ، چقدرم جوان. خب بچه داری؟ آره. چند تا؟ یه دونه. هیچ وقت خواستی طلاق بگیری؟ نه. آها، خب تو ذهنم آره، ولی تو ذهنم طلاق. ببینید طلاق انقدر بده تو خانواده ما که خواهر من خودشو داد زیر قطار، ولی کسی پشتش نبود که بخواد طلاق بگیره. خودشو داد زیر قطار، خودکشی کرد خواهرم. ولی یعنی خواهرت مرد؟
آره دیگه خودشو داد زیر قطار، زنده میمونه به نظرتون؟ آره حالا دیگه ول کن از من چه آره. ببینم زنده مونده یا نه، مرده. آره مرد دیگه. آره مرد. آره بعد خیلی اقدام به خودکشی میکنم ولی نمیمه، نه چیز نمیکنم. خب آره مرد ولی طلاق نگرفت، یعنی نتونه طلاق بگیره. کدوم شهری؟ کدوم شهری؟ مشهد. مشهد. خب 36 سالته، مشهد هم که یه شهر خیلی باز و راحت، و من خودم مشهد بودم. مشهد از خیلی از شهرها روشن فکر داره. خب دیگه به نظر من تو چیزه، یعنی تو که نمیخوای طلاق بگیری، نه تالان با دوست پسری داشتی. خب امروز حداقل به شوهرت بگو که من از امروز میخوام دوست پسر بگیرم، در جریان باش، برای طلاقت هم اقدام بکن. و براش مهم نیست دوست پسر داشته باشم یا نه، میگه بگیر، میگه بگیر. آره گفتم بهش یه بار گفتم همین کارا رو بکنم خوشت میاد، میگه بگی آفرین خوشش خوشم آره. ولی بعد یه بار گفتم واقعا، گفت چون میدونم عرضه نداری میگم بگیر، اگر بگیری که حالتو میگیرم، نمیدونم سرتو میبرم، ولی چون میدونم عرضه نداری میگم بگیر. آها خب دیگه تام با خندیدی گفتی نرو، تو رو خدا پیش من بمون. نه من هیچ وقت نگفتم نرو، من خیلی مغرورم، گریم به خاطر اینه که چرا مثلا هر روز خیانت میکنه، این کارو میکنه، بعد تو هم داری میگی که باشه بیر بیر میری سراغ زنان، میری سراغ زنها. میگم مغروری که این همه با زناشون رو حرف زدی، بعدن هم میگی که خب با زنا یواشکی حرف زدم، خودش مثلا انگار نمیدونه، ولی حتما اونا بهش گفتن دیگه، برومم نیاورده که چرا زنگ زدی. خب دیگه، خب دیگه متاسفم برای تو. الان چه کنم؟ مشاوره سری و سر فکر کنم ندارید. نه برای من مشاوره سری و سر اینه که اولا این که تو برای طلاقت اقدام بکن، هر چقدر بعدی و کلان اینا، به نظر من اون این زندگی که واقعا به همچنین حالت، من که خودم حاضر نیستم یه همچین زندگی رو تحمل کنم که مرد هر لحظه آدم رو تحقیر کنه و بعد تو بگی ای وای تو خانواده ما زشته، بعدم در کنار همین طلاق گرفتن و خودتم در دوست پسر بگیر، میخوای چیکار کنی؟ فقط دوست پسر رو نمیتونم، راست میگه، من حالا یا ارزست یا هر چیه نمیتونم، طلاق شاید، ولی دوست پسر رو واقعا نمیتونم. امتحان کن. نه خب دختر دارم، من دخترم 15-16 سالشه، بعد اون دقیقا راه مادرش رو ادامه میده دیگه، نمیشه دیگه راه اونم ادامه بده دیگه، پدرت هم راه پدرش ادامه بده، اونم اتفاقا برگرده به یکی از همین. الان منم میخوام 10 تا دوست پسر بگیرم، ولی نه نمیخوام مثل پدر و مادرم احمق باشم که ازدواج کنم. بیا بعدنم بیاد بگی که مثل خالش خودشو بندازه جلوی چیز، یا مثل تو برگرده بسوزه و بسازه هر روز دختر. البته اینم بگم اصالتا روسه ها، ایرانی نیست، روسه. خب کی؟ شوهرت؟ آره. خب فارسی بلده دیگه. آره دست با شکسته. باشه دوست پسرای دیگه، سالهاست یاد گرفت. دوست پسرای چیزه، به دخترت هم که این حرفا رو بزنه، به دخترت همه چی رو بگو، بگو زندگی تو بگو، از دخترت هم مشورت بخواد. دخترت چی گفته تا حالا؟ مظلومه، اصلا هیچ چی نمیگه، اون اصلا کلا از اتاقش بیرون نمیاد، افسردگی گرفته دیگه فکر کنم. چرا دخترت افسردگی گرفته؟ خب دیگه توی این شرایطی که متوجه شده که نه پدر نه مادر همدیگر رو دوست دارن، هر روزم کشمکش دارن، خب اونم چیزه. بعد تو میخوای راه مادرش رو ادامه نده؟ مبادا تو حداقل دوتا خودت شاد بودی، دخترت هم شاد میشد دیگه. الان به دختر میگی تو دختری، حتما همین چیزا روزهارم برای دخترت خوندی. نه من اصلا براش روزه نمیخونم، اصلا اهل نصیحت کردن نیستم. خیلی خوب، به هر حال دیگه، به هر حال من حرفم رو زدم، هم اقدام بکن برای طلاق. مادر پدرت میدونن جریانو؟ فوت کرد. پس تو از کی میترسی طلاق بگیری؟
از نه نمیترسم، از آبروم میترسم. ببین خواهر منم همینطوری شد که دقیانوس از سه تا ازدواج دو تاش طلاق، از آبروم میترسم. کجایی اصحاب صف بیدار شو، اصحاب کهف، اصحاب صف کنم حالا، اصحاب کهف که 300 میده بود کهف، حالا مهم نیست، حالا هر چی صف کهف، مفهوم اونایی که بیدارن میموندن بیدار نشدن، نمیدونم که چی نشستی الان فهم کنید از طلاق، از طلاق، از بدنامی، از آبرو میترسن. برو از آبرو بترس، یه 50 سال دیگه هم تحمل کن، تحمل کن دیگه. آره تحمل کن، بسوزا بسوز دیگه، حقته. اونا دیگه هم راست گفتن، منم بودم تو سرت میزنم. بای بای، خدا نگهدار. نفرت انگیز. خب طلاق، طلاق مسئله چیزه، آبرو. نمیتونم الان از آن ازدواج، دا ازدواج میخوام بکنم فرداش طلاق میگیرم. میگه طلاق آبروم بره. خب اینو بیاریم ببینیم عالم بیاد ببینیم که عالم از بچه های چقدر لایو اینجوری که میذارن. خب عالم به 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 به. خب بگو ببینیم. آره خوبم. امروز ورزش هم کردی، خوش به حالت. نه ترسیم با میریم بیاده رو سهرم مادرم میریم سهرم میخواد بیاد بالا، سهرم بیاد بالا. آره گفتم سهر رو گفتم باش. کسم منو بیار ببینه. آه پیامای چیزه، پیامای بازرگانی هست. خواستم با اون خانمه که اومده بود در مورد طلاق صحبت میکرد بیاری بالا، ولی خب نیوردی دیگه، نشد رفت. کی؟ سهر؟ نه نه همین خانومه که الان آوردی بالا که در مورد طلاق صحبت کرد. میخواستم خب بهش بگم که خب منم یه آدم بودم میترسیدم، یعنی نمیترسیدم، وحشت از این داشتم که شاید اگه طلاق بگیرم از نظر مالی مشکل پیدا کنم، چون زندگی سخت بگذره برام، ولی یهو نمیدونم یه شجاعتی پیدا کردم، خودم اقدام کردم، با اینکه اصلا شوهرم دوست نداشت طلاقم بده و حتی دنبال کارا نمیرفت، خودم رفتم دنبالش و خودم پیگیری کردم و طلاق توافقی گرفتیم و تموم. و بعد از اینکه زندگی کردم همیشه شوهرم میگفت حالا یه روز میبینم سر چهارراه‌ها گدایی میکنی. خب ولی یه روز ما رمضون بود، بعد دعوتش کردم خونم افطار، خب دخترم هم بود دیگه، اومد تعجب کرد، خونه زندگی مدی تعجب کرد، گفت واقعا تو داری شاهانه زندگی میکنی؟ گفتم آره من زندگی میکنم، خیلی شاید بهتر از تو هم دارم زندگی، تازه آرامش هم دارم، تو نیستی آرامش هم دارم. و الان بخواستم به اون خانم همینو بگم که واقعا اینجوری فکر نکنه که ترس داشته باشه، آدم اقدام کنه بره جلو، خودشو بذاره در معرض اون مسئله، بعد ببینه چی میشه. و اصلا اینجوری نیست که زنا الان خیلی قوی هستن، به نظرم خیلی بیشتر از مردا حتی قوی هستن. الان خیلی کسایی که الان واقعا اول اینجور میترسونن، تو مگه میتونی، تو مگه میتونی تنهایی، چیکار میخوایم بکنیم؟ زندگی رو آدم میخواد یه با یه هزینه های خودش رو پایین بیاره بتونه. من خودم خانومی رو میشناسم که از طریق یعنی یه خونه سعادت آباد تهران خونه داشتش، من خودم خونهشون موقعی که ایران بودم رفته بودم، چه شوهرم استاد بود فلان بود، از زندگی خیلی خوبی رو داشتم، دو تا دو بچه داشت، یه دختر و یه پسر، دختر 9 ساله، پسر 12 سال. بعد موقعی که تصمیم میگیره طلاق بگیره، این 1,000,000 تومان پول داشت، 1,000,000 تومان.
بعد خیلی جالب بود وقتی که بعدن گفتش که همه چیارم داد که فقط راحت بشه، یعنی گفت نه وسایل میخوام، نه نمیدونم، یه خونه رم جایی گرفت که نزدیک چیز باشه، مثلا یه خونه رفت زیر زمین، اینایی که پله میخوره میره زیر زمین. آره. اون موقع تقریبا چند سال پیش بود، نزدیک 25 سال پیش بود، این یک زیر زمین اینجوری اجاره میکنه 16,000 تومان. تو بعدش میره اونجا، من دیدم آشپزخونه نداره، گفت پرده، گفت من زیبا من میسازم زندگیمو، من با خودم میسازم. اتفاقا قبل از اینکه بیاد من حالا تو این رابطه چه اتفاقاتی افتاد داستانش مفصله، ولی با خودم گفتم تو چه اراده ای داری، تو چه چیزی، گفت میخوام از صفر شروع کنم، تو هم شروع کردی دیگه. ببین ببین زیبا، من خانوادم خیلی خانواده پولداری ان، پدر مادرم البته فوت کردم، ولی برادرام یکیشون وکیله و واقعا وضع مالیش خیلی خوبه. همون محله‌ای که علی امیری زندگی میکنه 3 تا خونه داره، زیتون کارمندی، اهواز، 3 تا خونه، خیلی وضعش خوبه. ولی زمانی که من خواستم جداشم هیچ کمکی به من نکردن، حتی 1,000 تومان. و زمانی که اونم اومد خونه من تعجب کرد، گفت واقعا تو زندگی خوبی داری، چه خونه قشنگی، چه مبلمان قشنگی. من فکر میکنم یه زنه نمیتونه. بعد من آره من باشون قطع رابطه کردم یه مدت زمانی، به خاطری که خیلی ایراد میگرفتم، مثلا گفتم چرا جدا شدی، شوهرتو که وضع مالیش خیلی خوب بود فلان، گفتم خب باشه وضع مالیش خوب باشه، همه چی که پول نیست. آفرین. من آرامش نداشتم، اذیت بودم، خیلی افسردگی گرفته بودم، اذیت بودم. الان خیلی بهتر دارم زندگی میکنم، حتی از تنهایی خودم هم لذت میبرم واقعا. روزایی که دخترم میری پیش پدرش، من واقعا از تنهاییم لذت میبرم دیگه. خیلی شبا میشینم با علی امیری صحبت میکنیم، واتساپ با هم دیگه صحبت میکنیم. آره میره پیاده روی با سگش، صحبت میکنیم با هم تا دیر وقت. تو پخش دارو کار میکردم، البته الان نمیکنم فعلا، و مستمری بگیر پدرمم، حقوق بابام هست. آره از بیمه تامین اجتماعی حقوق بابامو میگیرم چون فوت کرده. دخترت پیش خودته؟ دخترم الان که تابستون دیگه امتحاناش تموم شده اومده، ولی خب هفته یه بارم میره پیش پدرش، ولی فصل مدارس همش، ولی خرجش و اینا با پدرش همش. من خرجش رو تقبل نکردم، ولی من نفقه، مهریه، همه چی ما بخشیدم، همه چی گفتم برا خودت برو حالشو ببر. ثروت که از اتفاقا خوب کاری کردی، چون فکر نکن که اون ثروتمند تو بودی که به اون بخشیدی، به اون ثروتمنده بخشیدی. اصلا قاضی باورت میشه، قاضی به من گفت تو اصلا نباید ببخشی، دختر تو سنش به سن تکلیف رسیده، میتونه انتخاب کنه. اگه قراره به خاطر دخترت بگی من دختر رو میخوام و همه چی برا خودت، نکن این کارو. گفتم من اصلا ربطی به این نداره، میخوام همش برا خودش باشه، با این که پول داره اینم اضافه پولاش، بذار بره حال کنه. ولی باورت میشه بعضی مواقع زنگ میزنه به من میگه من اصلا آرامش ندارم، خوب. اصلا زندگی خوبی ندارم. مسئله خودشه دیگه، بره خودشه داشته. آره. ببین عالم چقدر درآمد داری مستمری؟ یه سری کسا پرسیدن مستمری به من 3,500 میگیرم از تامین اجتماعی، بعد یه مقدار پولم تو بانک گذاشتم، سود بانکی میگیرم، البته نه اون سود بالا، سود خیلی محدود، و پول جلو خونه دادم، ماهانه کرای خونه 1 تومن میدم، زندگی خیلی خوبی دارم. خب آفرین، لذت میبرم از زندگی. من بذارم سحر صحبت کنه. سحر بگو ببینیم اومدی. سلام عزیزم. سلام.
من دیدم که این فیک اومد دوباره چرت و پرت من چیز کردم، من تعجب کردم یه لحظه گفتین سحر میخواد بیا سحر میخواد بیاد، من همجوری مونده بودم. آره دیدم گرفتم دیدم تو نیستی، اشکال نداره اونی که هستش بیاد، اونم چیزه پیام بازرگانی رو اضافه کرد. با فیک تو بود دیگه سر، با فیک تو بود، میدونن که من تو رو دوست دارم، تو رو از تو استفاده کرد دیگه. آره. حالا یه سری کسا میدونست که چیز یه زمانی با رسول میومد، با رسول میومد، حالا با خب بگو اومدی چی؟ میگم من دلیل اینی که بیشتر ریکوست دادم خواستم بیام بیشتر نشه با هم بمون، اتفاقا پیامون رو نگاه کن. من تو میگم پیامان همه مثلا پدرکشتگی با من پیدا کردن که سر این که رفتم رأی دادم، راستش هنوز خیلی خوشحال و راضی هم از این که رأی دادم و نظراتتون هم برای مثلا مهم نیستش حقیقتا. نظراتشون برای من مهمه از این نظر که خیلی چیزاش رو دیدم که چقدر واقعا تو این رابطه جامعه اتفاقا واقعا من احساس میکنم آلم بمون تو امالا تو هم که باز بچه های بیرون هستی. آره من حالا اگر حالا دوست دارم که حالا اگه دوست داری کوتاه تو این فاصله هم بگو که چجور واقعا شد که رفتی رای دادی، ولی چقدر جالب شد این اتفاق، چون ببین چه رای نمیدادی، ما این چیزا رو نمیفهمیدیم از روابط خودمون. بعد آره ببین زیبا، هر چقدرش که من بیشتر در واقع جامعه رو دیدم و شناختم، بیشتر واقعا به این مسئله پی بردم که همین حکومتی که داریم واقعا حکومت به جاییه برای مردمی که داریم، و من میخواستم که مشارکت بکنم توی این رأی دادن و فکر کردم که خوبتره که ما هرچی حالا حقوق مدنی خودمون رو استفاده بکنیم توی همین چیزی هم که داریم، اگر حالا اوضاع همه چی به وفق مراد نیست، ولی بازم سعی بکنیم که مشارکت داشته باشیم. حالا دلیلی هم که آقای رئیسی رو انتخاب کردم، یکی که بین این 4 تا کاندیدا واقعا من فکر کردم که ایشون واقعا بهتره حالا، ولی دلایل سیاسی و نمیدونم چیای حالا حرفه‌ای ترش حقیقتا سهیل بیشتر به من میگفت و منم طرز فکر سهیل رو توی این زمینه قبول دارم. من پس قبلش فکر کرده بودی در موردش یه مقدار؟ آره قبلش فکر، ولی آره خب ببین مهم نیست اصلا این، حالا من که خودم که کلن از بیخ با کار با هیچ توی این چیزا رژیم ها و اینها کار نمی کنم و سال هاست که اصلا از این رابطه کنار کشیدم، ولی این جریان تو که اتفاق افتاد خوشم اومد از این جنبه که تونست خیلی از، چون ببین یه رأی بود و یه رأی بود که توی این روابط ما شاید خیلی بچه های دیگه انجام داده بودم. خب خیلی کارا آره مثلا دنیا اومد توی پیبی به من گفت آره منم رفتم به رئیسی رأی دادم، همون دنیای شمال. آها. همون که به شهسوار کجا سالا یا خیلی کسایی دیگه، ولی تو برای من چون مهم بودی خب تا دیدم که این هست و بعد ازت خواستم گفتم که استوری کنی، گفتی آره این کارو میکنم، من میدونستم بازتاب این مسئله خیلی چیزای ابعادی لایه هایی از روابط اجتماعی خود من رو، دوستای من و کسایی که در اطراف من هستن رو نشون میده. نمونهش که مثلا شما فکر کن من خودم آبا اینقدر تو بیاد به خاطر یه همچین مسئلهی، اصلا من یه دیدگاه سیاسی کاملا متفاوتی از ایشون داشته باشم، اینقدر که زربزنگی رنیت به من خورد، همدونی که تو راه بود از بنگلادش به من، اون در راه چیز شد در نطفه خفه شد یعنی نرسید. ولی خب الان ببین همین آدمایی که اینجوری میکنن، حتی نمیگه که این فرد با استقلال خودش رفته این کار کرد، ماها همش میگیم که نه تو اونی باش که من فکر بکنم تو همین زمین ها، حالا به هر دلیلی
من اصلا مخالف تو نظرت مخالف منه، اصلا از نظر سیاسی هم اعتقادت مخالف من باشه، ولی این که من بیام بگم که آره من تو رو تحریم میکنم، من تو رو بلاکت میکنم، ای خائن این فلان، چقدر روابط اطراف ما رو به هم بیشتر نشون داد. خب این نشون میده که ماها در واقع هنوز خیلی موندیم. همین هایی که مخالفینه، حالا من کار ندارم که حالا خود همین رژیم هم من قبول ندارم، یعنی قبول ندارم که در موقعیتی نیستم که الان زورم بهش نمیرسه که خب، ولی اونای دیگرم که بخوام بیان الان اونا هم قبول ندارم. الان اینایی که بخوام بخواد بیاد این کار انجام بده، اونو برداریم اینو بذاریم، حداقل که منم به تو رأی میدم. ببین زیبا، سحر شاید این قبولم نداشته باشه خیلی از عقاید و نظراتشون، یعنی شاید قبولم نداشته باشه، ولی به نظر من کسی که بعد از اینم بیاد بازم همونه، یعنی همش یه شکله. ببین حالا نگاه کن، من وارد این بحث این که این رژیم میاد چی میشه کیه فرام، بحث اصلا این مسئله رو ندارم، من نمیخوام هم که توی این اینو داشته باشم، ولی بحث من اینه که این فرد اصلا به این نظر رسید، یه به نظری، به یه از نظر اعتقادی، سیاسی، فکری، هر چیزی به یه همچین نظری رسید و اونقدرم قوی خودش برخورد کرد که رفت این کار انجام داد. خب یه انتخاب دیگه، یعنی ما تمام این کسایی که حالا مخالف این حرکت من هستن بر علیه تو راه بدن، خب بیا گوش کن، تمام اینایی که الان دارن کامنت میدن و مخالف هستن و دارن حالا به نوعی اینجوری مثلا وحشیانه نظر خودشون رو دارن القا میکنن، هر کدوم از اینا رو شما بخوای انتخاب بکنی و بیاری در رأس قدرت، قطعاً که رفتار خیلی خیلی وحشتناکتری از همینایی داره که اینا الان منتقدشون هستن. آره ببین من الان تو رو میگم اپوزیسیون در حد کامنته دارن اینجوری استفاده میکنن. اپوزیسیون ما الان اینجا تو آلمان میبینیم دیگه، همین آدمایی که اومدن کیس دادن فلان دادن وهم، شما نمیدونید چه گندی تو این رابطه هست، یعنی از 100 نفر آدمی که اینجا خودشونو مخالف رژیم جا میزنن، شما یک آدم واقعی پیدا بکنید، یه آدم واقعی که تو زندگی خودش حرفایی که میزنه باز ابعاد زندگی خودش تطابق داشته باشه، شما بیا اونو به من معرفی کن، من کلامو میندازم از 100 نفر یه نفر. طرف این قلدری میکنه و من چی، مثل همین امروز که من مثلا چی هستم، من میام با میریزم رو با بالای سرت اینجا رو فلان میکنم بهمان میکنم، خیلی خیلی دیگه مدنی باشه دیگه چیه، نه مثلا میخواد به پلیس هم شکایت آره دیگه، اون خیلی چه سرشه بهتر شد. آره مرسی، ممنون بچه، 3 دقیقه مونده، خوب شد اومدین، ما از اون آدم فیک تو تشکر میکنیم که تو رو آورد که تو رو بیاره، گفت اون اومد خودش هم که پیام بازرگانیشو داد باعث شد که تو بیای، 600 نفر 400 نفر هم اصلا اومد الان پایین به خاطر اینکه مثلا آقا این اومده ما نمیخواییم بیا، برن فیلتر میشن دیگه آدمایی که هستن، فیلتر میشه آدمی که نمیتونه حتی بگه آقا جان من نظر مخالف خودم رو میپذیره. من نه اصلا علی یکی از دوستان میگه که چیزه اینجا گفته که سحر جون حالا خیلی به من محبت کردی، گفته کامنت ها رو نخون لطفا. نه من برام چیز ندارم، زده ضربه شدی از پار از 2 سال زده، من دیگه اینا مسئله نیست که بخواد منو تکون بده، اگر بود که من قطعا این مسئله رو عنوان نمی کردم به این. آره اون کسی که الان داره فوش میده خوب بلندشه بیاد بالا با خود سرسه با آقا سرسه که الان هست اینا خیلی هاشون اومدن میگن نمیدونم این آقای رئیسی فلان بیسار اینجور اونجور، گفتم خب ایشون پیج اینستاگرام داره دیگه، حرفاتو بنویس استوری کن، ایشون هم منشن کن، چرا میاد به من دیگه، من تحریک نکردم براش، من یه دونه رأی دادم، نیومدم تو پیج خودم بگم شما هم بیاین رأی بدین، چون معتقدم کسی که تبلیغ کنه
چیزایی که باعث شد من خوشم بیاد این بود که من واقعا همیشه خیلی هم گفتن تو نوچه منی، تو هر چیز که زیبا میگه انجام میده. اصلا تو این رابطه جا خوردم که حتی بعدش بعد از رأی دادم مثلا به من گفتی حتی نظرخواهی رفتی، این همه با سوهل حرف زدی، یک بار نیومدی با من صحبت کنی. خب نشون می خوب میلت بود، اینجوری بود، اینجوری که احساس کردی و تصمیمم گرفتی، خوب کاری کردی و این نشون میده خودته. بچه ها تمام شد یک ساعت، تا بعد مرسی خدافظ. من به تو رحم میدم سر، من به تو رحم میدم. خدافظ به استقلالش، به خودش.